خب بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از جناب آقای ناجی و همه دوستان گرامی که زحمت کشیدند در این جلسه شرکت کردند و همینطور از به طور کلی از گفتگوی اندیشمندانه اتاوا، من بسیار خوشبختم که در این جلسه حضور دارم و به خصوص علاوه غیر از عرایضی که خواهم کرد، پرسش ها و گفتگوهایی که بعد از اون با هم دیگه خواهیم داشت. عنوان سخن امروز من نقش دین در دنیای معاصر هست که امیدوارم در همون 40 دقیقه تموم بشه، حالا این نشد دیگه، کمی بیشتر. 8 قسمت داره این بحث من، به شکل سوال و جواب هم پیش میرم، سوالاتی رو مطرح میکنم و سعی میکنم که به اون سوالها پاسخ بدم. سوالها همونا هست که در به اصطلاح معرفی جلسه ذکر شده. با این سوال فی الواقع شروع میکنم که مراد از دین چیه؟ این تلقی که ممکنه برای هر کسی وجود داشته باشه. میدونید که امروز مهمترین دایره المعارفی که در این زمینه نوشته شده دایره المعارف دین میرشاد الیاده هست. اونجا خب اون مفصله، من سعی کردم یه متن کوتاه‌تری از دایره المعارف بریتانیکا انتخاب بکنم که یک تعریف جامعی نسبتاً در مورد دین داده، با توجه به این که هیچ تعریف فی الواقع متفقون علیه اتفاقی بین همه ادیان و متخصصین حوزه وجود خارجی نداره. هر جاش بگیم بالاخره یک کسی یه دینی یک نکته متفاوتی داره، ولی به طور کلی میشه گفت که مطابق این تعریفی که اینجا شرک شده، این رابطه انسان‌ها با آنچه که آنها مقدس، مطلق، معنوی، الهی یا قابل احترام خاص می دانند. به هر حال حتی گوینده نگفته که اموری مقدس و مطلق و امثال هم وجود داره. به تلقی معتقدان، اینها به اموری باور دارند که اونها رو مقدس می دانند، مطلق، معنوی، الهی یا به هر حال یک احترام خاص قائل هستند. مردم دغدغه های خودشون رو، دغدغه های نهایی خودشون رو در مورد زندگی و به خصوص سرنوشت بعد از مرگ در دین دنبال میکنن. یعنی دو نکته مهم، این که ما برای چی زندگی میکنیم و بعد از این زندگی چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد. این هم دو در غالب ادیان وجود داره. در ادیان نگرش فرد در مورد خدا یا روح، یا در ادیانی که حالا خدای بیشتری دارن خدایان و ارواح مشخص میشه، یعنی اسپریچوالیتی از یک طرف یا خدا و خداها از طرف دیگه. و اشکال انسان گرایانه و طبیعت گرایانه تر هم در ادیان مشاهده میشه که نسبت فرد و جامعه رو توی این به اصطلاح تلقی جهان طبیعی معین میکنه. غالب ادیان دارای کتاب مقدس هستن، اسکریپچر هستن، لزوما همشون نه ولی بسیارشون چنین هستند. و افرادی که خود متخصص این متن مقدس هستن دارای اتوریتی دینی محسوب میشن، توان تفسیر اینجا رو دارن یا بهشون همچه حقی داده شده. عبادت و پرستش دو نکته کلیدی در ادیان هست و اینکه این عبادات و پرستش ها در مراسمی نوعاً عمومی صورت میگیره و این مراسم عمومی یکی از نمادهای دینداری در قالب ادیان محسوب میشه. کارهایی که دینداران انجام میدن اعمال عبادی هست، فی الواقع چیزای اعمالی است که قرار است تمرکز روحی در اون صورت بگیره، که شما با شکل یوگاش مثلا آشنا هستید. در ادیان ابراهیمی بیشتر بحث از نماز میشه، مراقبت میشه یا مناسک خاص. و اینها رو یک به اصطلاح عناصر متشکل زندگی دینی محسوب میشه. این تعریف بود که از دایره المعارف بریتانیکا من ابتدای بحث ارائه کردم که معلوم باشه وقتی میگیم دین مرادمون چی هست. حالا عرایض خودم، مهمترین ویژگی ادیان باور به امر متعالی است. امر متعالی در قالب ادیان خداونده، ولی در همه ادیان خدا وجود نداره. به علاوه انجام مناسکی مرتبط با امر متعالی یا خداست و بالاخره پشتیبانی از موازین اخلاقی. یعنی اگر بخوایم ادیان رو خلاصه بکنیم، 3 رکن اصلی در دین قالب ادیان وجود داره: باور به مبدأ و معاد که همون امور متعالی محسوب میشه،
رکن دوم انجام مناسک به شکل فردی یا جمعی و سوم ارزش‌های اخلاقی. این وقتی میگیم دین از یک امری صحبت میکنیم که از این سه رکن درش خبری باشه، بحثی از خدا و آخرت، مناسک و اخلاق. این تلقی اولیه در مورد این که وقتی میگیم دین یعنی چی. دنیای معاصرم فکر نمیکنم نیازی به توضیح داشته باشه. فرض بکنید میگیم قرن 20 و 21 فعلا به قبلش دیگه کاری نداریم، میگیم اگر دین در این زمانه که ما داریم زندگی میکنیم قرار باشه، وجود داشته باشه، این چه نقشی رو ایفا میکنه. سال دوم که جزء هم سالای اعلام شدم هست، ادیان در دوران پیشا مدرن چه نقشی و چه عوارض منفی و مثبتی برای جوامع انسانی داشتند؟ خب این سال برمیگرده فی الواقع به موضعی که پاسخ دهنده داره، خودش دیندار هست یا دیندار نیست، پاسخ به این سال متفاوت خواهد بود. به هر حال اون چیزی که من بخوام به شکل منصفانه و تو بی‌طرفانه بخوام پاسخ بدم به این سوال، این میتونه باشه که نقش ادیان در دوران پیشامدرن نقشی بیش از ثمر فوق بوده است. یعنی بیش از این ستایی که گفتیم، صرفاً باور به مبدأ و معاد یا انجام مناسک یا رعایت اخلاق بیش از این ستا بوده. چیا هست؟ در این دوران گذشته ادیان بسیارشون جای فلسفه هم گرفته بودند، یعنی همون کارهایی که امروز فلسفه انجام میده نوعاً ارباب ادیان ارائه میکردن. یکی دیگه علم رو، فی الواقع علم دینی بوده در دوران میانه یا دوران پیشامدرن، بسیاری از علوم تحت سیطره دین بوده، بخشی از دین بوده، مستقل به اصطلاح از دین نبوده. قانون دینی بوده یا قانون عرفی نبوده و از همش شاخص‌تر طب که الان به راحتی میگه رشته سکولار و کاملا غیر دینی هست، در دوران پیشامدرن غالبا این رشته با این حساسیت خاصی هم که داره این هم جزء علوم دینی محسوب میشده. حتی ما واژه حکیم توی فرهنگ خودمون وقتی به کار میبرن حکیم باشی و مواردی از این قبیل، اینها توی این رده قرار میگرفت. حتی ستاره شناسی هم تو همین رده قرار میگرفت. البته اینها در دوره های مختلف متفاوت بودن. حالا اگر بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم، ادیان در این دوران گذشته در کنار حفظ سنت های دینی و نهادینه کردن اخلاق، که این دوتا میتونم بگم کارکرد مثبت ادیان بوده، این کارکردهای منفی هم داشتن. رواج خرافات، تعصب، نارواداری، خشونت‌های مذهبی و سودجویی روحانیون. میتونیم بگیم اینها عوارض منفی غالب ادیان و مذاهب در دوران پیشامدرن بودن. به هر حال گل بدون خار نمیشه. تفصیل این بحث هم یک مجال دیگری میطلبه. من میخوام تا حد ممکن صحبتمو کوتاه کنم که بیشتر به گفته به اون بپردازیم. این در مورد گذشته. اما سال سوم، نقش ادیان در جنگ و صلح، خشونت و همزیستی جوامع چگونه بوده است؟ میتونم بگم که ادیان در این زمینه، یعنی جنگ و صلح و خشونت و همزیستی، باز هم نقش مثبت داشتند، هم نقش منفی و مخرب، یعنی نقش مثبت سازنده و نقش منفی و مخرب. هم عامل وصل و صلح و همزیستی مسالمت آمیز بودند، هم علت بسیاری از خونریزی ها، قساوت ها و جنگ ها. در یک جای دنیا هم نیست، در حدی که من از تاریخ مطلعم، مثلا اروپای قرون وسطا پر است از جنگ های خونین مذهبی بین مثلا کاتولیک ها و پروتستان ها و با کشته های فراوان. در شرق اسلامی و غیر اسلامی هم بسیاری از جهانگشایی ها به نام دین توجیه شده، هم در میان مسلمان ها هم در ادیان دیگه. اما من فقط برای یک مقایسه عرض میکنم، یادمان باشد میزان تلفات دو جنگ جهانی اول و دوم، کره و ویتنام، که پای دین در میان آنها نبوده، از تلفات بسیاری از جنگ‌های دینی و مذهبی طول تاریخ بیشتر بوده است.
یعنی وقتی گفته میشه که آقا همه اصلا این کشتارها نوعاً ادیان راه انداختن، میگم همه دو قلمو شما بذارید کنار هم دیگه، جنگ جهانی اول و دوم و یک کمی هم بخواد مثلا ویتنام و مانند اینا، بعد خیلی متفاوته تعداد تلفاتش و مشکلاتی که برای بشریت پیش آورده نسبت به بقیه. به هر حال این هم باز به اصطلاح تکیه اصلی بحث امروز من نیست. سال چهارم اینه که ادیان در دنیای امروز چه نقشی دارند یا باید داشته باشند. خب این سوال یک کمی سوال تحلیلی تر و باید با دقت بیشتری پرداخت بشه. من قبل از پاسخ به این سوال میخوام مقداری نکات آماری خدمت شما عرض بکنم، چون فکر میکنم با این آمار ذهن هممون در مورد نقش دین، فقط هم اسلام نه، نقش دین در دنیای معاصر خیلی روشن تر میشه. برای اطلاع شما عرض میکنم و خودم، حدود 10,000 دین و آیین در جهان معاصر شناسایی شده، برای که حالا در رقم سرانگشتی دستمون باشه 10,000 تا کم نیست. بعد بیش از 84% مردم جهان معتقد به یکی از ادیان بزرگ هستند، مطابق این آماری که فعلا هست. 55% مردم جهان به شکل مشخص پیرو ادیان ابراهیمی هستند، یعنی در زمان حاضر. در خوشبینانه ترین حالت جمعیت خدا ناباوران، حالا اعم از آگناستیک، اعم از دئیست، اعم از ایتئیست، همه انواعش، در بالاترین خوشبینانه ترین حالت کمتر از 7% جمعیت جهان. اینو بر اساس The Oxford Handbook of Atheism عرض میکنم که هیچ کدوم اینها همطور بیگدار ذکر نکرده باشند. یک آماری هست در مؤسسه Pew Research Center. میدونید که این مؤسسه معتبرترین مؤسسه آماری در آمریکاست. لااقل من تو هم موارد آکادمیک به این مراجعه میکنم. این یک به اصطلاح تحقیقی داره که من این رو حالا میخوام به اصطلاح خدمت شما ارائه کنم. In the future of the world religions population growth projections. So, تو این از 2010 تا 2050 رو فرواقع آمدن بررسی کردن، یعنی آمار بر اساس جمعیت سال 2010 و تا 40 سال آینده هم تخمین زدند که چه اتفاقی میفته بر اساس فرض کنید مهمترین ادیان. همونطور که ملاحظه میکنید، حالا این ادیان هم، این جمعیت ها هم به هر حال پیو معتبرترینشه، ولی همیشه یک 5% 10% رو احتمال خطا میشه داد. مسیحی هم طور که ملاحظه می‌فرمایید 2,200,000,000، یعنی در سال 2010 یعنی 11 سال قبل، اینها 31.4% جمعیت دنیا رو تشکیل می‌دهند. مسلمان ها با 1,600,000,000 نفر 22.2% جمعیت رو تشکیل می‌دهند که الان مثلا میتونیم بگیم بالاتر از 1.8 هست. بقیه موارد هم ملاحظه می‌فرمایید. بعد در سال 2050 یعنی مثلا میشه گفت که 29 سال دیگه، جمعیتی که اینها تخمین زدن، جمعیت مسیحی‌ها به 31.4% می‌بینیم جمعیت نسبتشون عوض نشده، دوتاش در هر دو زمان نسبت واحدی دارن، اما جمعیت مسلمان‌ها بیش از 6% یعنی 6.5% افزایش پیدا میکنه و به 29.7% میرسه. بقیه شون رو هم، بقیه جمع به اصطلاح ادیان رو هم میتونید ملاحظه بفرمایید که چه اتفاقی براشون میفته. مورد بعدی باز از همون منبع مشخص است که اسلام الان سریع ترین رشد رو در ادیان جهان داره. ملاحظه می‌فرمایید 73% این استیمیت چنجش هست که بین این در این 40 سال که الان 11 سالش هم طی شده
در حالی که مسیحیت در همین دوران مقطع زمانی 35% هست، هندویسم 34% هست، یهودیت 16% و بقیه موارد. خب حالا از این بگذاریم، یه بخش دیگری از این آمار رو که من عرض می‌کنم، تا 2050 یعنی تا 29 سال دیگه جمعیت مسیحیت و اسلام تقریبا در دنیا مساوی خواهد بود. جمعیت باز اینها رو بر اساس موارد دیگه که منابعش رو نوشتم اینجا، خدا ناباوران، لا ادری ها و آنها که هیچ دینی را باور ندارند، علارغم افزایش در کشورهای مثل آمریکا و فرانسه، درصدشان در جهان کاهش می‌یابد. این نکته مهمی است، یعنی اینها رشد نخواهند داشت در مجموع جمعیت جهان، رشد منفی دارند، ولی در این دو کشور به خصوص گفته شده که افزایش دارند. حتی فرانسه قابل فهمه، ولی آمریکا برای من تعجب آور. در اروپا مسلمانان 10% کل جمعیت را تشکیل خواهند داد، یعنی تو این بازه زمانی. در هندوستان با اینکه با اکثریت همچنان در دست هندوها خواهد بود، اما در این حال پر جمعیت ترین جمعیت مسلمان را هم خواهند داشت. میدونید در حال حاضر اندونزی پر جمعیت ترین کشور جهانه، ولی در طی این 29 سال آینده هندوستان میشه ردیف اول. و درصد مسیحیان در آمریکا در طی تا سال 2050 از 3/4 به 2/3 کاهش می‌یابد. یهودیان که از پر جمعیت ترین بخش غیر مسیحی در آمریکا به رده دوم سقوط خواهند کرد و مسلمانان رده اول این گروه را به خود اختصاص خواهند داد در جمعیت غیر مسیحی آمریکا. خب این بخش آمارم تموم شد. با نگاهی به این آمار میتوان گفت که ادیان در دنیای امروز بی اهمیت نیستند. در کشورهای پیشرفته دین از صحنه علوم، قانونگذاری و سیاست تا حدود زیادی عقب رانده شده است. اما در کشورهای در حال پیشرفت در این سه ناحیه، یعنی ناحیه علم، ساینس منظور هم است، قانونگذاری و سیاست، دین همچنان حضور دارد. اما البته نسبت به سابق حضورش بسیار کاسته شده است. اما جزء اصلی این سوالی که من مطرح کردم اینه که ادیان در دنیای امروز چه نقشی باید داشته باشند؟ حالا چه نقشی دارند؟ از روی این آمار تا حدودی میشه گفت، اما چه نقشی باید داشته باشند؟ به نظرم مهمترین نقش ادیان در دنیای معاصر معنابخشی به زندگی و جلوگیری از افسردگی، سرگشتگی و پوچی انسان معاصر است. میدونید که این مفاهیمی که برشمردم، افسردگی، پوچی، سرگشتگی، این رو با هیچ سرمایه‌ای نمیشه به دست آورد. این اگر ما به یکی از اینها مبتلا بشیم، نه پول، نه مقام، نه موقعیت، هیچی نمیتونه اینها رو به ما برگردونه. ساعت‌های از زندگی هست که با علم و تکنولوژی هر چقدر پیشرفته پرشدنی نیست. علم برای ما رفاه آورده است. چشم ما را به ظرایف عالم طبیعت در زمین و کهکشان‌ها و عالم ذرات بازتر کرده است. ما را در مواجهه با بلایای طبیعی از قبیل زلزله و سیل و طوفان و آتشفشان امثال هم مسلط‌تر کرده است. توانای علمی و تکنولوژیک انسان معاصر جداً با دوران‌های گذشته قابل مقایسه نیست. همین که من و شما همدیگر الان می‌بینیم، با هم حرف می‌زنیم. من دوران کودکیمون حتی تصور اینا رو من فقط تو کتاب‌های ژول ورن می‌خوندیم. یعنی یه چیزایی که تو اون کتابا می‌خوندیم الان بخشش محقق شده است، بخشش هم شاید تو چند دهه آینده محقق بشه. ما در سیطره بر طبیعت تواناتر و مرفه‌تر شده‌ایم. اما راستی آیا خوشبخت‌تر هستیم؟ یعنی ما نسبت به نسل پدرانمون و نسل پدر بزرگ‌هامون، آیا ما خوشبخت‌تریم یا اونها خوشبخت‌ترن؟ قطعاً ما مرفه‌تریم، اما اینکه خوشبخت‌تریم خیلی سخته بگیم هستیم. آیا از زندگی راضی‌تر شده ایم؟ من به یک مورد اشاره می‌کنم. آیا آمار خودکشی در جهان کمتر شده است؟ حالا من تو فرصت
اندکی که داشتم آمار خودکشی در آمریکا رو به دست آوردم. اون رو خدمتتون عرض میکنم. متاسفانه آمار بین المللی رو فرصت نکردم ببینم اگه وجود داشته باشه. در آمریکا در 20 سال اخیر از سال 1999 تا 2018 که این تحقیق صورت گرفته، نرخ خودکشی 35% رشد داشته است. یعنی 1/3 بیشتر. یعنی از 10.5 در 100,000 نفر در سال 1999 به 14.2 درصد در 100,000 نفر در سال 2018 رسیده است. در دوران کرونا قطعا این نرخ رشد بسیار بیشتری داشته است که خب من آماری از اون الان دست ندارم که باید منتظر استخراج آمارهای بعدی باشیم. از منبع دیگه در سال 2019 یعنی 2 سال پیش مجموعاً 47,500 نفر یعنی روزانه 190 نفر در آمریکا خودکشی کردند. هر 11 دقیقه یک مرگ ناشی از خودکشی، مرگ موفق، مرگ ناموفق رو نمیگم اینجا. خب به این همین یه نکته نشون میتونه این نشون بده که کسی خودش رو میکشد که از زندگی راضی نیست. به هر صورت باور به خدا و آخرت بزرگترین عامل امید به زندگی است. دین میتواند همچنان بزرگترین عامل اخلاقی زیستن، عدالت، صلح و کمک به هم نوع در غالب نقاط جهان باشد. این نقش کمی نیست. ببینید هر جا که سیاستمداران کم میارن واقعا میرن سراغ ارباب ادیان تو هر کشوری، به خاطر که نفوذی دارند هنوز در بسیاری کشورها. من یادمه یک موردش رو که الان تو ذهنم هست، فاجعه در انگلستان در مورد بارداری دختران 10-11 ساله تا 10-13 ساله اتفاق افتاده بود. اینو تو مورد 2 سال اخیر است، نه مال زمان دیگه. دولت انگلستان دست به دامن کلیسا شده بود و مراکز دیگر مذهبی که کوشش بکنند این معضل اجتماعی رو حل کنند. این سال چهارم بود، تمام شد. سال پنجم، دینداری و خداباوری در زندگی اخلاقی اکثر مردم چه نقشی دارد؟ پاسخ من این: اخلاق امری ما قبل دینی یا عقلی یا به تعبیر دیگر سکولار است. بنابراین اخلاق سکولار امری ممکن است و می توان اخلاقی زیست و به خدا و آخرت باور نداشت. اما نمی توان انکار کرد که ادیان بزرگترین ضامن‌های اخلاقی زیستن بوده و هستند. در حقیقت انجام فعل اخلاقی 2 محرک می تواند داشته باشد. محرک اول، چون این فعل حسن و درست و شایسته است باید آن را انجام داد. این مبنای است که هم در میان مسلمان ها مبنای معتزله هم بوده، مبنای شیعه هست در مقابل اشاعره. در فلسفه غرب هم فلسفه کانت، فلسفه اخلاق کانت همین رو میگه، یعنی فعل از آن حیث که خودش درست است انجام باید داد. محرک دوم، این فعل را خداوند امر کرده است که انجام بدهیم و برای آن هم ثواب اخروی و برای ترکش عقاب اخروی قرار داده است. پس این رو فعل رو انجام میدیم چون خدا دوست دارد یا به خاطر به دست آوردن بهشت و فرار از جهنم. مؤمنان هر دو محرک را دارند، یعنی هم وقتی که میخوان فرض بکنید به یک فقیری کمک بکنند، هم میگن این کمک کردن فی حد نفس زیباست، هم این که اگر ما کمک بکنیم خدا هم دوست دارد، ثوابی هم به ما خواهد رسید. اما خدا ناباوران تنها محرک اول را دارند، یعنی چون کار درست است قرار است انجام بده، کسی قبول ندارن که بخواد به اونها ثواب و عقابی بده. بنابراین مؤمنان نسبت به خدا ناباوران ضامن مضاعف اخلاقی برای اخلاق زیستن دارند. ضامن مضاعف برای اخلاق زیستن دارند. امر اول، یعنی این که محرک خود فعل باشد، عقلی است، یعنی دلیل عقلی داریم برای اینکه کار خوب باید کرد. اما امر دوم که در متون دینی یافت میشه، ارشاد به حکم عقل است، تأسیسی نیست. یعنی به این دلیل که خدا گفته است
اگر هم گفته در متون دینی نوشته شده باشد، میگن ارشاد است به حکم عقل، به زبان ساده‌تر تأکید حکم عقله، بیشتر از این نیست. در عالم واقع هم پیامبران الهی بزرگترین پشتیبانان زندگی اخلاقی بودند. بنابراین میتوان گفت مهمترین کارکرد دین زیست اخلاقی در دنیاست. این پاسخ من به سال پنجم بود. سال ششم مفصل ترین سال است که من در این جلسه میخوام پاسخ بدم و احیانا حرفای متفاوتی، حالا این مواردی که گفته شد شاید دیگران هم گفته باشن، اما سال ششم شاید حرفای تازهی بشنم. در دوران مدرن سوال این است، در دوران مدرن از دین خصوصا اسلام چه انتظاراتی باید داشته باشیم و چه انتظاراتی نباید داشته باشیم؟ من هر دوتا رو میخوام جواب بدم، به خاطر اینکه بخش دوم سال از بخش اولش مهمتره و ضمناً ما ایرانیان خب یه تجربه 40 چند ساله داریم که دیگران کمتر دارند یا ندارند. بنابراین ما به یه چیزایی رسیدیم که شاید این دستاورد برای بسیاری از همدینانمون در دنیا قابل ارائه باشه که از تجربه ما استفاده بکنه. در جای دیگر گفتم تو بحث نواندیشی دینی و انتظار از دین که لینکش هم فرستاده شده بود که دوستان احیانا مطالعه کرده باشند، این بخش ابتدا خلاصه اون بحث است و بعد نکات دیگری. گفتم که از اسلام 8 انتظار باید داشت، 4 انتظار نظری و 4 انتظار عملی. اگر میخوام ببینیم اسلام موفق بوده یا نه، یا موفق است یا نه، به این انتظارات توجه کنیم. انتظار اول معنا بخشی به زندگی است که قبلا هم اشاره کردم. به نظر من این مهمترین کاری است که یک دین میتونه انجام بده. این بزرگترین انتظار از اسلام است و 3 انتظار بعدی فرع این انتظار بنیادی است. خب چون قبلا توضیح دادم دیگه بهش نمیپردازم، اما این انتظار به قدری مهم است که با وقتی که شما دیندار باشی واقعا زندگیت عوض میشه. مثل وقتی که انسان تازه بالغ شده، عاشق میشه، دوست کسی رو دوست میداره و این دوست داشتن واقعا روزی که با دوست داشتن شروع میکنه انسان، آفتاب هم یه جور دیگری است، زندگی یه جور دیگری براش جلوه میکنه. مورد دوم، انتظار دوم، خداشناسی یا مبدأ شناسی است. خدا شاخص‌ترین محور معنای زندگی است. بدون باور به خدا یعنی جان جانان، زندگی معنای حقیقی و واقعی ندارد. اگرچه وجود خدا و صفات باری عقلاً قابل استدلال کردن است، اما تبیین‌هایی که قرآن یا سنت نبوی از اسماء و صفات خداوند ارائه کردند راه را برای مبدأ شناسی بسیار هموار می کند. باور به خدای ناظر عالی، دانا و توانای مطلق و در عین حال حکیم علن اطلاق و ارحم الراحمین زندگی را انصافاً تغییر می دهد. یعنی زندگی که کسی فکر بکند من اگر مشکلی برام پیش آمد یک کسی هست که می تونم به اون مراجعه کنم، با وقتی که چنین ناظری نیست. این دو زندگی زمین تا آسمون با هم باید فرق کنه. زندگی با عشق به خدا و بدون آن زمین تا آسمان فرق دارد. اما انتظار سوم، آخرت شناسی یا باور به معاد و قیامت و روز جزاست. از منظر ادیان ابراهیمی خصوصا اسلام، دنیا ظرفیت سعادت واقعی و حقیقی ندارد. این یکی از حرفایی است که دوستانی که اهل فلسفه هستند، فارابی که بزرگترین حکیم مسلمان و شاید تنها فیلسوف سیاسی مسلمان هم محسوب میشه، به این نکته خیلی اشاره کرده، این نکته خیلی برجسته یافته که ما یک چیزایی رو، ما اگه بخوام سعادت واقعی پیدا کنیم، این دنیا کوچکتر از اون است که بتونیم ما تو این دنیای مادی به سعادت برسیم، باید یک دنیای بزرگتری باشه که امکان سعادتمندی درش باشه. اون دنیایی که چنین ظرفیتی رو داره آخرت است. اگرچه ضرورت آخرت از منظر عقلی و فلسفی قابل استدلال است، اما جزئیات معاد و آخرت و قیامت که اتفاقاً برای مردم بسیار جذاب هم هست، اموری فراعقلی هستند
و جز از وحی بر نمی آید. علم یا فلسفه، هر علمی، هر فلسفه‌ای توان ترسیم قیامت ندارند. عرفان هم بدون وحی چون این توانی ندارد. اگر در عرفان، در تصوف نکات ارزنده‌ای در این زمینه می‌بینیم، همش سر سفره دین نشستند، قرآن نشستند. چون این انتظاری از غیر از وحی الهی و سنت نبوی بر نمی آید. برای اهمیت معاد همین بس که بدانیم اگر در این دنیا بیش از چند دهه زنده نیستیم، اما زندگانیمان در آخرت بی پایان و به عبارت دیگر جاودانه است. اگر برای 80-90 سال ما باید مقداری تدارک ببینیم، برای یک زندگی بیکرانه چقدر باید تدارک ببینیم؟ دنیا را تنها عرصه زندگی فرض کردن مثل این است که از زندگی دنیوی غفلت شود و زندگی 9 ماهه جنینی تمام زندگی انسانی فرض شود. همه ما 9 ماه در رحم مادر بودیم. اونجا اگر امکان مصاحبه با ما بود و از ما میپرسیدند که مثلا شما نظرت در مورد دنیا چیه؟ یعنی همین زندگی که الان داریم میکنیم. اصلا هیچ تصوری نداشتیم. فکر میکردیم زندگی همینه، 9 ماه توی این فضای تاریک در آب زندگی کردن. و حالا آمدیم داریم از هوا نفس میکشیم، نورانی هم هست و خب خیلی فراختر از رحم مادر است. نسبت این دنیا به دنیا زندگی جنینی مثل خیلی کمتر از نسبت آخرت به زندگی دنیوی است. به هر حال باور به آخرت تمام هندسه زندگی دنیوی را عوض می کند. این که ذکر میکنم که باور به اینها و عدم باورش چقدر تفاوت میکنه، فرق عملی دین هست تو زندگی. انتظار چهارم، باور به غیب و جهان نادیده است. از منظر اسلام دنیا منحصر به عالم مادی دیدنی یا عالم شهادت یا عالم ظاهر یا به زبان عرفانی ناسوت نیست. در پس پشت این عالم ظاهر، عالم باطن یا عالم غیب یا عالم مجرد از ماده بسیار بسیار فراختر از این دنیا هست. عالم غیب واسطه تدبیر خداوند در عالم ظاهر و شهادت است. عالم غیب همان عالم فرشتگان و ملکوت و جبروت است. عالم کروبیان است. و مطابق موازین اسلامی خداوند جز به اسباب در ناسوت تصرف نمی کند. یعنی این عالمی که ما معتقد هستیم واسطه تدبیر خداوند در عالم طبیعت است. وحی الهی نیز متعلق به همین عالم غیب است. عالم غیب با علوم تجربی یا علوم انسانی و اجتماعی نه قابل اثبات است نه قابل انکار. بر همین منوال فلسفه نیز نمیتواند درباره جزئیات این عالم گسترده اظهار نظر کند. مشاهدات ذوقی عرفانی هم سر سفره وحی نشسته است. به عبارت دیگر تنها منبع شناخت عالم غیب وحی و دین است. عالم غیب عالمی ماورای عقلی است، یعنی فراچنگ عقل و فلسفه در نمی آید. این 4 انتظار نظری از اسلام، اما 4 انتظار عملی. انتظار 5 ضمانت اخلاقی است. تعالیم اخلاقی در قرآن کریم بسیار برجسته است. کفه موازین اخلاقی در شریعت اسلامی هم بسیار سنگین است. شاکله اصلی سنت نبوی نیز اخلاقی است. تا آنجا که پیامبر توسط قرآن اسوه حسنه یا الگوی اخلاقی معرفی شده است. اما احکام اخلاقی در ادیان تأسیسی نیستند. یعنی لازم نیست برای راستگو بودن حتما مسلمان باشی. هر که باشی باید راستگو باشی، باید امانت دار باشی. احکام ارشادی و ارشاد به حکم عقل هستند. این البته تلقی معتزلی و شیعی است. در تلقی اشعری که تلقی غالب اهل سنت در زمان ماست، انتظار اخلاقی بیش از ضمانت اخلاقی است. اصلا اخلاق تأسیس خدا و رسول است بنا به تلقی اشعری. بنابراین وزن دین در انتظار اخلاقی اشعری بسیار غلیظتر می شود. انتظار ششم تعلیم مناسک است. مناسک همان عبادات است.
مراد از عبادات، نماز، روزه، زکات و حج است که بدون قصد قربت پذیرفته نمی شود، قصد قربت به خداوند. عبادات فراعقلی هستند. تنها منبع آن شریعت، وحی و سنت نبوی است. نقش مناسک در تکوین هویت دینی، در استمرار دین، در ارتباط انسان با خدا و نیز دستگیری از خلق خدا بسیار چشمگیر است. ترک عبادات زمین ساز ترک ایمان است. اجرای منظم عبادات در خودسازی تأثیر فراوان دارد. در حقیقت مناسک و اخلاق لازم و ملزوم یکدیگر هستند. تنها بخش تعبدی دین عبادات است. این که برخی روشنفکران مدعی شدند دین تماما تعبد است، اشتباه بزرگی است. چهار انتظار اول تعبدی نبودند، اخلاق هم تعبدی نبود. انتظار هفتم شبه مناسک است. مراد از شبه مناسک قلمرو خوردنی ها، آشامیدنی ها و روابط جنسی است. این امور قصد قربت نمی خواهد. یعنی تعبدی نیستند، اما توقیفی هستند. مراد از توقیف بودن متوقف به این که خدا و پیامبرش چه گفت که عبارات کتاب و سنت در متن شریعت نبود، ما به آنها راه نمی‌یافتیم. این امور نه علمی و ساینتیفیک هستند، نه عقلی و رشنال. زندگی مؤمنانه در گرو رعایت این امور هم هست. انتظار هشتم به آخر ارائه سرخط برخی معاملات است، از قبیل حرام بودن ربا، به خصوص در ربای قرضی. این سرخط ها به تنظیم سبک زندگی مؤمنانه بسیار کمک می کنند. اما بخش دوم سوال این بود که از اسلام یا از دین چه انتظاری نباید داشته باشیم. اتفاقا این به دلیل همین تجربیاتی که گفتم ما داشتیم در این 40-50 سال اخیر فوق‌العاده مهم است. به طور کلی انتظاراتی که علوم تجربی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و فلسفه توان برآورده کردن آنها را دارند، از اسلام نباید انتظار داشت. اگر نکاتی در این زمینه ها در متن کتاب و سنت یافت می شود، از یک سو ارشاد به حکم عقل است، یعنی تأکید حکم عقل، از سوی دیگر از باب مثال و منطبق با فرهنگ زمانه است و در هر صورت از احکام دائمی اسلام محسوب نمی شود. به شکل مشخص‌تر، از اسلام انتظار اقتصادی نمی توان داشت. علم اقتصاد تابع موازین علمی خاص خود است و اقتصاد در دوران معاصر با اقتصاد بسیط دوران قبائلی مثلا بسیار متفاوت است. از اسلام می توان اخلاق اقتصادی یا مکتب اقتصادی که حاوی ارزش‌های اقتصادی است انتظار داشت، اما نمی توان تدبیر و سامان اقتصاد را از متن کتاب و سنت استخراج کرد. انتظار سیاسی که حالا این حساس‌تر برای زمانه ما هم، از اسلام نارواست. به شکل مشخص علوم سیاسی از علوم انسانی است و مناسبات سیاسی دوران پیچیده معاصر با مناسبات بسیط دوران قبائلی تفاوت جدی دارد. از کتاب و سنت میتوان و باید انتظار اخلاق سیاسی یا مکتب سیاسی داشت، یعنی ارائه ارزش‌های. اما علم سیاست یا سیاست عملی، زمامداری و مدیریت را از اسلام انتظار داشتن کاملا نادرست است. درباره نحوه پرداختن پیامبر به زمامداری در مدینه در جای دیگر به تفصیل سخن گفتم. بحثی در دیماه 99، یعنی الان اسفند 2 ماه قبل، با عنوان نسبت دین و سیاست، از اسلام در حوزه سیاست چه انتظاراتی نباید داشت. اونجا اثبات کردم، نشان دادم، استدلال کردم که زمامداری هرگز جزء رسالت پیامبر نبوده است. اگر مردم مدینه از ایشان دعوت نمی کردند، پیامبر زمامدار مدینه نبود. زمامداری ایشان امری بشری بوده است، بر اساس اطلاعات انسانی که به ایشان میرسیده تصمیم میگرفتند. بنابراین زمامداری خطاپذیر است، انسانی است، با رسالت تفاوت میکند. واضح است که انتظار طبی هم از کتاب و سنت را نارواست.
اینا رو دارم میگم به خاطر اینکه هنوز تو جامعه ما یه کسایی پیدا میشن یه حرفای میزنن که آدم متاسف میشه. اگر در این متون نسخه طبی یافت میشود بر فرض صحت سند مربوط به شرایط خاص و افراد پرسش کننده خاص بوده و نمیتوان از اعتبار چیزی به عنوان طب اسلامی یا طب نبی یا طب صادق یا طب رضا دفاع کرد. اما قانون اسلامی چطور؟ قانون اسلامی یا علم حقوق اسلامی هم بر همین روال قابل بحث است. قانون امری سازگار با شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خاص است که توسط نمایندگان مردم وضع می شود و قابل تعمیم به عنوان امر فرازمانی و فرامکانی نیست. قانون با ارزش متفاوت است. شریعت شامل ارزش‌های جاودانه است، اما قوانین یا احکام فقهی در حوزه معاملات اگر احکام ارشادی عقلی نباشند، احکام متغیر و عرضی هستند و حکم دائمی شریعت یا اسلام محسوب نمی شوند. بنابراین فقه سیاسی، فقه تجاری، فقه قضایی، فقه کیفری و فقه بین الملل در زمره متغیرات و احکام غیر دائمی هستند و انتظار دائمی از اسلام در این حوزه ها در دنیای معاصر نارواست. در قالب کشورهای اسلامی به استثنای ایران و عربستان سعودی احکام شرعی پایه قوانین حکومتی نیستند. تنها بخشی از احکام شرعی که در قالب کشورهای با اکثریت مسلمان به شکل ناقص اجرا می شود احکام مدنی، از جمله از قبیل ارث، وصیت و احکام خانواده است. این احکام را با رعایت موازین این احکام با رعایت موازین اخلاق اسلامی قابل تغییر هستند و جز انتظارات دائمی اسلامی هم محسوب نمی شوند. سال هفتم، آیا عالم یا عوالمی هست که عقل انسانی علارغم اعتراف به وجود آنها عاجز از دسترسی به جزئیاتش باشد؟ پاسخ من مثبت است. مطابق توضیحاتی که در همین جلسه دادم، آخرت و غیب عوالم ماورای عقلی هستند. هیچ علمی متولی این عوالم نیست و اهمیت آنها هم به میزانی است که نادیده گرفتن آنها هندسه زندگی دنیوی را برهم می‌زند. ما برای زندگی دنیوی چند دهه خود تدارک فراوان می‌کنیم، در حالی که این زندگی موقت است. هیچ کدام از ما نمی‌توانیم جاودانه زندگی کنیم. زندگی اخروی حیات جاودانه است و عالم غیب در مقایسه با کهکشان‌هایی که ما تا کنون شناخته ایم عالم بیکرانه است. بنابراین این عوالم میتونیم بگیم عوالم ماورای عقلی هستند. در عرفان هم اینها به رسمیت شناخته شده. فکر نکنیم اگر ما همه چیز را رشنالایز بکنیم این زندگی بهتری خواهد بود یا ما به شناخت بیشتری واقف میشویم. رشنالیتی یا این متدهای ساینتیفیک که ما داریم برای عوالم خاصی است، به درد همه عوالم نمیخورد. سوال هشتم و آخرین سوال من، آیا انسان به اتکای عقل خود توان حل همه مسائل و مشکلاتش را دارد؟ خب این سوال مهمی است. پاسخ، اگر چنین توانی را داشت تا کنون همه مشکلات و مسائلش را حل کرده بود و ما مسئله حل نشده ای رو در دست نداشتیم. به شکل خاص مناسک یا تعبدیات، شبه مناسک یا توقفیات امور فراعقلی هستند. فراعقلی یعنی ماورای عقل، نه ضد عقل. هیچ امر ضد عقلی رو نمیشه پذیرفت، اما اموری فراعقلی مثل تمام حوزه عرفان، این امور رو اگه شما انکار بکنید یک زندگی بسیار خشک و تحمل نکردنی خواهیم داشت. جزئیات آخرت و عالم غیب هم دور از دسترسی عقلی هستند. بنابراین در احکام عقل چندان مبالغه نکنیم. حکم عقل را هر جا حکم کند باید با آن گردن نهاد، اما خود عقل
میداند کجا حکم کند و کجا حکم ندارد. در رعایت احکام اخلاقی اگر راهنمایی دینی نباشد، ضریب وقوع خطا بسیار بالاست. گفتم اخلاق خودش فی حد نفسه ما قبل دینی است، اما آیا ما همواره در شناخت مصادیق اخلاقی بدون خطا پیش رفتیم؟ دین میتواند به ما کمک کند که ضریب خطا را حتی الامکان کاهش دهیم. شناخت اسما و صفات خداوند و معنای زندگی بدون دستگیری وحی الهی و سنت نبوی بسیار بسیار دشوار است. در مجموع ما به اتکای عقل خود توان حل مسائل و مشکلات مادی و دنیوی خود را داریم، اما مسائل مربوط به بهداشت روح و روان، این مسائل بهداشت روح و روان بحثم روان پزشکی نیست، فراتر از اون است، بالاتر از اون است، یعنی همون که ما را از پوچی نجات میده، همون که به زندگی معنا میده، این را به اتکای یا رفع افسردگی، رفع سرگشتگی، رفع پوچی، ارتباط عاشقانه با خداوند به بیش از عقل جزئی نیاز داریم. ما به مسائل بیشتری نیاز داریم. خب یک سال باقی میمونه که من فرصت کافی برای پرداختنش ندارم، یعنی نیاز به بحث بیشتری دارد، اون هم رابطه دین با عقل مدرن است. میدونید که من فقط این مقدمه ذکر میکنم، تفسیرش برای جلسه دیگری اگر فرصت بود. ما عقلانیت ابزاری داریم، عقل عملی داریم، عقل باوندد رشنالیتی داریم، عقلانیت محدود داریم و اینها تفاوت میکنه. پرداختن بهش نسبت اسلام با این گونه این انواع این عقل ها چه خواهد بود یک بحث دیگری است. فکر میکنم این بحثم تا اینجا اجمالا به اون سال اول این جلسه که نقش دین در دنیای معاصر بود تا حدودی پاسخ گفت. از صبر و حوصله شما تشکر میکنم و میریم سراغ بخش بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.